منطقی کارفرما چه آپشن هایی در اختیارش. الان پس معلومه دیگه، فرض میکنیم که این حجم از کارهای لازم برای یک روز میانگین شامل 6 ساعت کار اجتماعی است. یعنی با همون مثال ما دیگه در 6 ساعت کل این حجم از کالاهای لازم رو این آقای کارگر یا خانم کارگر تونسته تولید بکنه. در این صورت با فرض کار روزانه 12 ساعته، روزانه نیم روز از میانگین کار اجتماعی در نیروی کار عینیت یافته است. یا به بیان دیگری برای تولید روزانه نیروی کار نیم روز کار لازم است. یعنی همون 6 ساعت. 6 ساعت کار میکنی نیروی کار باشه. به تعبیر دیگه معادل باز تولید خودش رو به شکل دستمزد دریافت کنه. روز کار 12 ساعته. 6 ساعت از این 12 ساعت برای چه؟ باز تولید ارزش نیروی کار. این کمیت کار ارزش نیروی کار روزانه یا ارزش نیروی کاری را که روزانه باز تولید می‌شود تشکیل می‌دهد. اگر نیم روز میانگین کار اجتماعی در 3 شلینگ یا 1 تالر بازمزد شود، آنگاه 3 شلینگ قیمتی است که با ارزش نیروی کار روزانه منطبق است. یا هر قیمتی که شما امروز بخواید بذارید بهش. الان حداقل دستمزد روزانه چقدره؟ مثلا یه خورده ای که با اون بقیه‌اش میرسه به 1900. با حق عائله‌مندی و دیگه حق مسکن و پس تقریبا یه چیز هولوش 50 تا تو توی مثالایی میتونید هم 50000 تومان بدید. فرض اینه که 50000 تومانی که داره به شما پرداخت میشه در واقع همون معادل اون 6 ساعتیه که برای بازدودی نیروی کار شما لازم. بنابراین اگر صاحب این نیروی کار آن را به قیمت 50000 تومان در روز برای فروش عرضه کند، قیمت فروش آن برابر با ارزشش خواهد بود. قیمت فروش آن برابر با ارزشش خواهد بود. یعنی همون 50000 تومان. 50000 تومان داره میفروشه به کارفرما، ارزشش هم مادر همون 50000 تومان خواهد بود. و بنا به فرض اولیه ما، صاحب پول که قصد تبدیل سشنینگ خود را به سرمایه دارد، همین ارزش را میپردازه. یعنی داره میگه اینجا هیچ سواسون باشه دیگه. در دگردیسی اول MC مبادله مبادله هم ارز هاست. کف یا کمینه ارزش نیروی کار را ارزش دوباره تکراره به یه زبان دیگه، کف یا کمینه ارزش نیروی کار را، همون چیزی که امروز ما اسمشو میذاریم حد اقل دستمزد. چرا اسمشو میذاریم حد اقل دستمزد؟ منطق حد اقل دستمزد چیه؟ چرا میگیم مینیموم ویج؟ دقیقا همین منطق مارکسیه. یعنی حد اقل پولیه که یک نیروی کار باید دریافت بکنه تا بتونه خودش رو باشده بکنه. دقیقا تعریفش همین، کاملا هم تعریف بسته، از این تعریف خود مارکس نیست ولی با این تعریف مارکسی جور در میاد. مثلا خود مفهوم مینیموم ویج تو تعریفش هم میبینید هست، مثلا تعریف رسمی وزارت کار شما. اما حد اقلی که هر نیروی کاری برای اینکه بتونه به گونه شایسته، ولی نه هست به گونه دیسنت شایسته و درخور نیروی کار خودش رو بازتولید کنه باید ازش برخوردار بشه. برای همینه که قاعده تعیینش چیه؟ یک، متناسب با تورم، یعنی هر چقدر که قیمت در واقع ارزش پول داره کاهش پیدا میکنی دستمزد بره بالا، یعنی متناسب با تورم باشه. و دو، متناسب با سبد کالا، سبد کالایی که به شکل متوسط برای خانوار 4 نفره هر سال توی شورای عالی کار بسته میشه. ولی الان کاریکاتورش هست. بله، که چی؟ نماینده کارگری نیستن. تو خیلی از سالها حتی با نرخ تورم هم متناسب نبوده. ولی خب در این 4-5 سال اخیر همواره با نرخ تورم رسمی متناسب بوده. حتی یکی دو سال از نرخ تورم هم 2-3% بالاتر بوده. اما شکاف کجاست؟ شکاف بین فتح دستمزد با سبد خانوار. یعنی به زبان ما با همون مقدار ارزشی که یک نیروی کار داره، یا مقدار ارزشی که یا مقدار کالای اساسی که یک نیروی کار برای بازتولید خودش باید ازش برخوردار باشه. مارکس میگه سرمایه‌داری همواره متمایل به اینه که ارزش نیروی کار رو کمینه حساب بکنه. یعنی چی؟
کف یا کمینه ارزش نیروی کار را ارزش کالاهایی تعیین می‌کنند که روزانه باید در اختیار حامل نیروی کار یعنی انسان گذاشته شود تا بتواند فرایند زندگی خود را تجدید حیات بخشد. به بیان دیگر این حد را ارزش وسایل معیشتی تعیین می‌کند که برای بقای فیزیکی اجتماع ناپذیرند. میگه فکر کنم خیلی الان روشن شفافه که این بابا چی داره میگه. اگر قیمت نیروی کار تا حد کمینه سقوط کند از ارزش آن پایین‌تر قرار می‌گیرد، زیرا تحت چنین شرایطی بقا و تکامل نیروی کار فقط در حالت معیوب ممکن است. اما ارزش هر کالا را زمان کاری تعیین می‌کند که برای تولید آن با کیفیتی متعارف لازم است. میتونیم شرایط رو هم فرض بکنیم که در واقع باید اساساً مثلا در قول اقتصادی مثل اقتصاد ایران به ویژه تا اون جایی که به نیروی کار حداقل بگیر مربوط میشه، چون بخش وسیع از نیروی کار ایران حداقل نمیگیرن، نرخ‌های بالاتر از حداقل میگیرن. مثلا همین مثالی که داشتیم میزدیم، مثلا صنایع های تک یا صنایع مثلا شرکت های مبتنی بر مهندسی و غیره و غیره، شرکت های چه استارتاپ ها غیره، خیلی از این مثال ها زیاد میتونیم بزنیم، یا دست کم سطوح بالای نیروی کار متخصص. در چنین شرایطی میتونیم فرض بگیریم که نیروی کار کمتر از ارزش خودش دریافت میکنه. داره مثال میزنه، خودش داره میگه از ارزش آن پایین تر قرار میگیرد، زیرا تحت چنین شرایطی یعنی تحت شرایطی نیروی کار پایین تر از ارزش خودش دریافت میکنه، بقا و تکامل نیروی کار فقط در حالت معیوب ممکن. یعنی حد نه حد تا چیزی شبیه بخور و نمیر، بلکه کمتر از بخور و نمیر. نه فقط در شرایطی که نیروی کار نمیتونه پس انداز بکنه، بلکه در شرایطی که حتی میباید از دیگری قرض بگیره، مثلا از ننه باباش دو هستن دیگری که مثلا به تنهایی یا شرایط دیگه دو شغل شده، سه شغل شده، ضرورت کار کردن بقیه هم باید کار، مثلا زن خانواده هم یا مرد خانواده هم باید کار کنه یا بچه هم باید کار کنه. چه میدونم همین سطحی ترین نوع تسلیم شدن، این خیلی مهمه، سطحی ترین نوع تسلیم شدن به احساسات این است که روش ترین ارزش نیروی کار را، یعنی روشی که ماهیت خود موضوع مقرر می‌دارد، وحشیانه بدانیم و همراه با روسی اقتصاددان عزاداری کنیم که توان کار را منتزع از وسایل معاش کارگران در جریان کار تصور کردن یک شبه است. هنگامی که از کار و توان کار کردن سخن میگوییم، از کارگر و وسایل معاش کارگر و مزدش سخن میگوییم. چی میگه؟ ببین کاری که تخییری که من دارم میکنم ممکنه خیلی به نظر خوش و عبوسانه بیاد، مثل این است که شما نیروی کار را انسان رو دارید کالا میبینید، ولی اعتراض رو میکنید که آقا انسان که کالا نیست، یا ارزشش رو مترادف با مقدار کالاهای لازم برای بقایش مترادف ارزش انسان متعالی تر از این حرف هاست که مثلا به شما تحلیل و به فلان و فلان و فلان. خب بازم این چیزهایی که زیاد میشه، ولی جالبه کسی که داره با این نوع از تحلیل مخالفت میکنه خود مارکس، یعنی یه جور ضد رومانتیسیزم تحلیلی در مارکس هست. این به نظر بسیار تعیین کننده است. من میگم هر آنچه که دارم میگم اقتضاء خود روش منه و اقتضاء خود موضوعه، یا به قول خودش ماهیت خود موضوع مقرر می‌دارد. یعنی نیروی کار در جامعه سرمایه‌داری که نیروی کار رو مثلا کالا تعیین می‌کنه، و هیچ چیزی از احساساتی گری و مثلا اومانیسم متعالی و اینجور چیزا نمی‌تونی که موضوع رو بپیچونی. بله خبر بد اینه که نیروی کار در جامعه سرمایه‌داری کالاست. ما چه خوشمون میاد چه بد میاد، چه فکر کنیم این با شأن انسانی ما جور در نمیاد، چه غیر از این فکر. به قول خود مارکس باید با همون روشی که خود موضوع مقرر می‌دارد پیش بریم. تفکر که بیرون هستش، یه روزی مثلا کارگرهای وزارت خودم اعتراضی بکنن این نداره، دستشون بسته است و واقعا مثل یک چیز برمون نیروی تأمین اجتماعی به اون باره حمایت ازشون نمی کنه، وزارت کار ازشون حمایت نمی کنه، هیچ جایی رو ندارد و این خیلی بد شد. از طرف هم داریم که نئولیبرالیسم
به کار برده اینا. بدم یه چیزی رو من نکته رو گفتم حالا چیز یکی از پایه های اعتراضات و اعتصابات توی چیز شبیه انقلاب کارکنان وزارت نفت از جمله کارگرای وزارت نفت که تعداد قابل ملاحظه‌ای بودن اونا یه ترفندی رو به کار بردن و اومدن اعلام کردن که کارگران میتونن کارمند بشن. کارمند که شدن اینا کلی چیزشون از دست دادن، امتیازاتشون رو وقتی کارمند شدن از دست دادن، حقوقشون افزایش پیدا نکرد ولی امتیازاتشون کم شد، چتر حمایتی هم ازشون کم شد. بله معلومه متأسفانه طوریه که کمتر قانونی هستش که اینو حتی حقوقشون هم پایمال بشه بتونن اعتراض برای بحث تحولات خود کار خب بحث خیلی دراز دامنیه توی مثلا جامعه شناسی کار و اینجور چیزا الان خیلی سرش بحثه که اصلا خود ماهیت کار تا چه تفاوت کرده، ماهیت قراردادها تا چه پای متفاوت شده، اصلا این ترم پریکاریات شنیدید دیگه به قیاس در واقع از ترکیب دو کلمه پریکاریتی و پرولتاریا ساخته شده. پریکاریات یعنی بی‌ثبات کار، پریکاریتی یعنی بی‌ثباتی دیگه، تزلزل شکنندگی مثلا. بله اصلا این پریکاریات ها یعنی بی‌ثبات کاران در مقیاس جهانی حجم بیشتر نیروی کار رو الان اینها تشکیل داده. ما با لشکر امروز بی ثبات کاران سر کار داریم که بالکل توانایی ها و بالقوه های سیاسیشون هم متفاوت از فرض میکنید که پرولتاریای صنعتیه. تا دلتون بخواد میشه جوری صحبت کرد که یه کسی که همین خیلی ساده قرارداد موقتی داره، یعنی سه ما 6 ماه 6 ماه یه سال قراردادش تمدید میشه، حالا میخواد استاد دانشگاه باشه یا مثلا چه می‌دونم راننده تپسی باشه یا کارگر معدن طلای آغدره باشه، هر یک از اینها اصلا خود این بی‌ثبات‌کاری چرا سوبژکتیویته ای تولید می‌کنه، چرا شخصیتی تولید می‌کنه، چقدر فرد ریسک‌پذیر می‌کنه، چقدر امکان تشکلیابی میده، چقدر امکان اعتراض میده و هزار یک داستان دیگه. می‌خوام بگم که خیلی باید حواستون باشه دیگه، این کتاب به هر حال تو مختصات قرن 19 نوشته شده و فرضش هم پرولتاریا به مسابقه کارگر صنعتی، نه کسی که روزمان پتک میزنه، ولی کارگر صنعتی که دستندرکار تولید کالای مادیه. این فرض مارکسی. حالا میشه پرسید دیگه با یک اقتصادی که بیشتر و بیشتر این درش نقش تکنولوژی ها، نقش اطلاعات، نقش دانش و چیزهای شبیه این داره جدیتر میشه، یعنی کار به تعبیر آنتونی نگری اکونومیست ایتالیایی در واقع کار داره ماهیت غیر مادی پیدا میکنه و خیلی نالج بیست داره میشه، اینفورمیشن بیست داره میشه، چه تفاوتی در منطق خود استثمار ایجاد میشه، یک و دوم چه امکانهای یا امتناهای سیاسی وجود داره درون این نوع خاص از منطق کار کردن. اینا سوالهای معاصره، اینا پرسشهای متأخره که همش پرسیدنیه و تکرار کلیشه های حالا مارکسیستی مارکسی هرچی کمکی به هیچ کس نمی کنه. اتفاقا مسئله برسته اینه که چجور می توان با یه جور متدولوژی مارکسی اینها رو هم به گونه مشخص به گونه انضمامی تحلیل کرد. مثلا نو مارکسیز یه جور همینه دیگه، تلاش برای تحلیل مسائلیه جامعه کاریه که در عصر پسا مارکسی الان وجود داره. نومارکسیست بودن معنیش همینه. ما ولی متاسفانه در ایران خیلی افتادیم توی لوپ همین تکرار یه کلیشه های نخنمایی که به درد هیچ کس نمیخوره، یعنی نه به درد سیاسی سازی طبقه کارگر میخوره، نه به درد تحلیل وضع موجود میخوره. خوبه برای جست و هویت و فلان ها بده، خوبه جالبه، ولی کمکی به همون نمیکنه. این خیلی نکته مهمه.
یه مقاله ای رو خیلی توصیه میکنم ببینید، از سعید رهنما تعریف کنم، عنوانش چیز شبیه اینه، ترکیب نیروی کار و سیاست چپ در ایران، یه چیزی شبیه این توی سایت نقل ساد سیاسی منتشرش کرد، با یه تحلیل با توجه به همین عدد و ارقام های مرکز آمار ایران ترکیب طبقه کارگر در ایران نشون داده که با توجه به این ترکیب که مثلا چند نفر در کارگاه زیر 5 نفر، چند نفر در کارگاه زیر 10 نفر، چند نفر در کارگاه های بزرگ زیر 50 نفر و کارگاه های بزرگ زیر 100 نفر دارن کار میکنن، هر یک از اینها با توجه به این حجم این آرایش نیروها واقعا مثلا امکانی رو سیاست چپگرایانه مبتنی بر اتحاد پرولتاریا اصلا وجود داره یا نه، باید به یه فکر یک نوع دیگری از سیاست بود. مثلا وقتی زیر 10% نیروی کار ایران در صنایع بزرگ زیر 100 نفر مشغولن، مثلا استراتژی مثلا چه میدونم فرض بکنید مارکسیسم لنینیست اصلا بی‌معناست. وقتی بیشتر نیروی کار شما رو در کارگاه های زیر 20 نفر زیر 10 نفره، یعنی از دلش هزار یک چیز در میاد، هزار یک اقتضا پیامد و تالی سیاسی داره. مثلا این تئاتر رو تا تموم نشده فکر میکنم هنوز دو سه روزی هست، این تئاتر اصلا بعضی برنده خوشبخت یک دست و مزر تری حتما ببینید این کار، چون یه تئاتر کارگریه دیگه، یعنی موضوعش کارگریه و خود تئاتر هم بسیار تئاتر خوبه، یعنی واقعا طرف با دغدغه‌های چپ کردن نرفت تئاتر بسازه شعار بده، رجوع در واقع استثمار دو سه تا کارگر یه کارگاه شلواردوزی زیر پنج، یعنی کارگاه زیر 5 نفر رو در مثلا خیابون جمهوری تهران داره تصویر میکنه، خیلی انزامی و خیلی ملموسه، یعنی شما بشین خیلی قشنگ میتونید برید تو فضای اون کار با. یه سوال خیلی ساده است، یعنی دو سه نفری که دارن دهنشون اونجا داره سرویس میشه، شب عید هم هست مثلا داستان اینجوری، یا اون شب عید هم هست هنوز حقوق دریافت نکردن، خیلی ساده اینو چه امکان اعتراضی دارن، چیکار میتونن بکنن، چجوری میتونن دهن کارفرما رو سرویس کنن، و اینجا اصلا کنش سیاسی میتونه شکل بگیره، یا مثلا در بهترین حالت مثلا یارو میتونه یه روز بزن دهن ببینم کارفرما رو ببینید کتک بزن، یا شلوارای دختر بدوزه بره تو بازار مثلا آب بکنه و دستمز عقب افتادش رو جبران میکنه، یعنی خود کنش هم تبدیل میشه به کنش اعتراضی خیلی سطح خرد و بینافردی، تبدیل به یه تشکل جمع فلان چیزی شبیه این نمیشه، اصلا امکانش رو نداره. سرتون میخوام بیشتر از این درد نرم، میخوام بگم که باید چشمان تیزبینی داشت از سیستم تحلیلی، باید حواستون باشه شرایط کار که تغییر بکنه خود منطق کنش سیاسی هم تغییر میکنه، چون وقتی بالای 50% نیروی کار در کارگاه زیر 10 نفره یعنی چی؟ یعنی اون نیروی کار پراکنده سر کار داری که امکان تشکلیابی ندارن، وقتی امکان تشکلیابی نداشته باشن خود ساده میتونی امکان کنش اعتراضی سیاسی و یعنی کنش جمعی یا اکسیون جمعی ازشون سلبه. آره استثمار دارن میشن، ولی امکان اعتراضیشون هم به همون اندازه منتفیه یا بسیار دشواره. عنوان طبقه، بله دقیقاً مثلا طبقه مثلا فردی میتونه اعتراض کنه، مثلا در اینجا حسن بدری میزنه 30-40 میلیون جنس از کارگاهش بلند میکنه میبره میفروشه آخر، مثلا حالا به اینقدرم ساده نیست ولی تای داستان هم میگم دمش گرم، مثلا یعنی یه جور مقاومت فردی در سطح کارگاه همین و نه بیشتر. خود مارکس هم میگفت که طبقه نیاز به چی داره؟ سازمانیابی، تشکل، با هم بودن. این مارکس از همون چیز هم میدونست دیگه، از خود 1844 هم بهتون دیگه تو فراز ها میگفتش دیگه، اصلا کارگران بیش از هر چیزی نیاز به جامعه رو کشف میکنن در خودشون، اصلا نیاز به جامعه، اصلا یه چیز جدید داره، نیاز به جامعه، این نیاز به جامعه هم در واقع مترادف با همین چیز دیگه، امکانهای با هم بودنه، با هم زندگی کردن. حالا سوال ساده اینه امکانهای با هم بودن تا کجاست، چگونه ممکن میشه؟ مثلا با هم بودن مستلزم حدی از اعتماد، حدی از ثبات خود شرایط کار، کاریه که امروز از فردا نمیدونه هست یا نیست، احتمالا دلیل نداره با کارگر بغل دستی خودش اتحاد ایجاد بکنه فلان بکنه. خیلی وقتا کنش سیاسی محصول حدی از زندگی مشترک یه سال دو سال ده سال اینو با هم زندگی کردن، همین سرخ سوبای زندگی هم دیگه رو میشناسن، با هم خوردن، با هم خوابیدن، قول مارکس با هم عرق خوردن، با هم سیگار کشیدن، با هم زندگی کردن، از دل این کنش سیاسی هم ممکن میشه.
یا دل زندگی آدمایی که امروز هستن فردا نمیدونن واقعا هستن نیستن چیزی هم شکل میگیره، یعنی یه حدی از ثبات هم داره لازم. حالا میتونید به این فکر کنید که امکانهای شاید آلترناتیوی وجود داشته باشه اینجا برای اعتراض، من نمیدونم، دسته من به نشانه تسلیم بالاست، ولی فکر میکنم دسته کم الگوی کلاسیک کنش سیاسی دیگه از یه جور پراکنده کاری مبتنی بر پریکاریات در نمیاد، نه در ایران نه در هیچ جای دیگه، در جای دیگه دنیا هم در نمیاد. شما هی منتظر تحقیق کارگر بالاخره به پا خیزه، نمیدونید که به پا هم بخیزه به اون بخشی از مالتیتود برمیخیزه. مثلا شورش این جلق زرقا در فرانسه شورش کارگری که نیست که، همه توشه، همه با همه. اون یارو حسن بدری هم تو اون جمعه که مثلا من هم ممکنه توش باشم، من مثلا ممکنه به دلیل که دانشگاه خرجم کرده اون بدری اصنه نری که مثلا کارفرماش پولش پرداخت نکرده، یعنی مثلا یه سطح دیگه یه کنش داره ساخته میشه، یه کنش در خیابان نه کنش در کارگاه، چون کنش همیشه به یه فضا نیاز داره دیگه. یکی از دلایلی که مارکسیسم کارش گرفت بود که فکر میکرد که مکان سیاست رو پیدا کرد، مکان سیاست در جامعه سرمایه‌داری کارخانه است. مثلا کارخانه دیدن که همین یه تجمعی از افراد امکان با هم بودن رو فراهم میکنه، ولی حالا چی میشه که کارخانه بپوکه، یه بخشش بریم و یه بخشش بریم، مثلا این خرده کاری ها پراکنده کاری هایی که میدونیم دیگه توی اقتصاد دور کاری هایی که توی اقتصاد پسافوردی هم خیلی به اصطلاح هژمونیزه شده دیگه. اقتصاد پسافوردی دقیقاً کاری که یکی از اولین کاری که میکنه اینه که کارخانه رو مثلا تمرکز و تراکم نیروی کار و فرآیند کار میشکنه. این پسافوردیست فقط هم توی چیز نیست، در محیط های کار نیست، تو خوابگاه هم هست. میخوام بگم که منطق پسافوردی برای متلاشی کردن امکان تجمع و تمرکز منطق خودش رو در همه نهادها تسری داد. مثلا خود دانشگاه رو هم پخش کنید، یه پردیس باشه 10 تا مثلا دانشگاه یکیش باشه، این سر شهرش باشه اون سر شهر، حالا هر چقدر اینجورتر این منطق بیشتر داره جدی. یه خوابگاه دیگه تو کوی تجمع نکنید که هر روز توش اعتراض در بیاد، نصف کوی رو، یعنی کوی از منطقی به جای گسترش خود کوی توضیحش که الان کوی میرون دیگه، نصف بیشترش الان داخل شهر پراکنده است، تو فاطمیه، نمیدونم ته امیرآباد، نمیدونم تو خیابون انقلابه، تو خیابون وصاله، هی دانشجو آوردن تو کوی، حالا دانشجو لیسانس رو خارج کردن دادن به دانشجوهای دست تکمیلی که منطقا همیشه محافظه کارترن، زن دارم، زندگی دارم، بچه دارم، کار دارم. هر دانشگاهی که اصولاً آتیش رو همیشه لیسانس ها روشن میکنن دیگه. من میخوام بگم که اینو هی گسترشش بدید، ضرورت اینو ایجاد میکنه که به جایی که فقط هی با تز سرکوب بخوایم همه چی رو تحلیل بکنیم، آقا چرا نشد، چون ما رو کشتن، چون ما رو سرکوب کردن، تحلیل بکنیم که چه اتفاقهایی تو بسترها افتاد که اصلا ممتنع کرده خیلی از کنش‌های سیاسی اعتراضی رو به معنی کلاسیک خودش. سرکوب میکنه، کنترل، اصلا کنترلش راحت تره، نظارتش راحت تره وقتی افراد دور، اصلا همین افرادی که دور هم نیستن خیلی راحت تره مهار کردنش تا هر داستان دیگه. حالا سرتون دیگه درد نرم، میخوام بگم که اینا رو باید دید، باید حواستون باشه پارادایم مارکس در این کتاب یه پارادایم مفتنیه و اقتصاد صنعتی نیمه دوم قرن 19 باید حواستون باشه این حرفا رو این رفیق ما کجا داره میزنه و حواستون باشه اگه میخوام تعمیم بدیم باید با هزار یک ملاحظه تعمیم بدیم، هزار یک ملاحظه که یه ببینید که ملاحظه نقدر جدی میشه که شما رو متقاعد میکنه که اصلا نمیتونید تعمیم بدید و نباید این کار رو بکنید. حالا 196 پاراگراف سوم بگیم، دوباره برمیگرده به همون بحثی که یادتونه دیگه، صفحه 194 شروع کرده بود، تفاوت بین توان کار و خود کار. هنگامی که از توان کار سخن میگیم از کار سخن نمیگیم. پس این لطفا حواستون باشه که کل بحث ما بیشتر از کار باشه روی توان کار. توان یعنی ما توانمون رو میفروشیم به خریدار نیروی کارمون، به کارفرما. هنگامی که از توان کار سخن میگیم از کار سخن نمیگیم، چنان که وقتی از توان گوارشی حرف میزنیم از خود عمل گوارش حرف نمیزنیم. همونطور که همه میدانند فرایند گوارش مستلزم چیزی بیش از یک معده خوب است. هنگامی که از توان کار سخن میگوییم آن را از وسایل ضروری معاش جدا نمی کنیم. الان داره توضیح میده که چرا از توان نیروی کار داره حرف میزنه، نه از خود کار، چون چیزی که باید باستولید بشه کار نیست، توان کار. من باید قدرت کار کردنم رو باستولید بکنم، برای همینه که میگه صحبت کردن از توان، صحبت کردن از نیروی کار
مستقل از حرف زدن از وسایل امرار معاش ضروری برای باستولید این توان کار نیستش. چون همه بحث مارکس بر سر اینه، بر سر توضیح ارزش نیروی کاره و تعیین ارزش نیروی کاره، براش مهمه که از توان کار حرف بزنه، نه از خود کار به حساب یک فعالیت. بازم در یک کلام، ما توان خودمون رو باستولید بکنیم، یعنی قدرتمون به کار کردن. فقط از کارش صحبت کنیم، مثلا کارفرما میاد که تصمیم زده، میگه شما مثلا در روز 1000 تا آرزو رو ثابت کردید، الان من یه تصمیم داشتم برسون که از نظر خود اون کار میتونه محاسبه کنه تصمیم رو. ولی وقتی توان کار رو صحبت میکنه، موضوع از یک بود دیگر بر فراتر. بله دقیقا. یه بار دیگه از خط قبل شروع کنیم. هنگامی که از توان کار سخن میگوییم، آن را از وسایل ضروری معاش جدا نمی کنیم. برعکس، ارزش آن وسایل در ارزش آن توان کار تجلی می یابد. اگر توان کار کارگر به فروش نرود، هیچ فایده برای او ندارد. کارگر این را ضرورت بیرحمانه طبیعت تلقی می کند که توان کارش مستلزم مقدار معینی، حواستون باشه، توان کارش مستلزم مقدار معینی وسایل معاش برای تولید آن است و باستولیدش همچنان مستلزم آن است. سپس او همانند سیسموندی کشف خواهد کرد که جمله‌ای که بخش قبل کلاس خوندیم، توان کار هیچ است مگر آن که فروخته شود. یکی از پیامدهای ماهیت غریب نیروی کار به عنوان کالا از این قرار است که در واقعیت به محض انعقاد قرارداد میان خریدار و فروشنده، ارزش مصرفی آن در مقایسه با کالاهای دیگر بیدرنگ به دست خریدار نمیرسد. معنیش الان روشن میشه. ارزش آن مانند هر کالای دیگری پیش از آن که وارد گردش شود مشخص است، زیرا مقدار معینی از کار اجتماعی صرف تولید نیروی کار شده است. اما ارزش مصرفی آن منوط به کاربست بعدی آن نیروست. واگذاری نیروی کار و تجلی حقیقی آن، یعنی موجودیت یافتن آن به عنوان ارزش مصرفی، از لحاظ زمانی با هم منطبق نیستن. یعنی چی؟ یعنی که من الان میرم کار میکنم و این پولشو از اون به من نمیدن، میگم مثلا یک هفته کار کنم، یک روز کار کنم، من الان کالا رو تولید کردم، تجلی کارم تجلی پیدا کرد، ولی توی بازه زمانی دیگه پولشو به من. بله، شما این سمت ماجرا درست گفتی، از سمت چیزش، از سمت خریدار نیروی کار. نیروی کار منو به کار میبره ولی پول منو بعدن میده، مثلا یه ماه میده، 6 ماه میده، یه سال میده، هرچ. ولی مارکس داره از این ور میگه، یعنی داره میگه برخلاف دیگر کالاها، نیروی کار یکی دیگه از این تفاوت‌های کار صحبتش میکردیم الان، یکی دیگه از تفاوت‌های نیروی کار مؤثر و کالا و دیگر کالاها اینه که ارزش مصرفی خود نیروی کار بلافاصله محقق نمیشه. یه فرض مارکس، یه فرض متعارف مارکس اینه که ارزش مصرفی این ماژیک لحظه که من میخرمش بلافاصله محقق میشه، یعنی زمانی که میخرمش رو شروع بکنم باش نوشتن، یعنی واقعا داره در همین لحظه ارزش مصرفیش برای من متجلی میشه دیگه، یعنی واقعا دارم باشه کار مفیدی دارم انجام میدم. اوکی، حالا بگذر از اینکه رفیق ما فکر نمیکنه که من میتونم اینو بخرم و بذارم یه ما دیگه ازش استفاده کنم، با این فرض میذاره کنار. فرضی که داره باش کار میکنه اینه که کالایی رو که بر حسب به اعتبار ارزش مصرفی خریداری میکنم، همون لحظه ارزش مصرفیشو به کار میبرم. ولی میگه نیروی کار لزوما اینجوری نیست، نه اینکه میذارم تو فریزر نیروی کار رو هر موقع لازم داشتم میارم بیرون، نه، زمانی که داره نیروی کار درگیر کار کردن میشه، یعنی درگیر مصرف کردن توان کار خودش میشه، اون ارزشی که داره متجلی میکنه، ارزشی که داره تولید میکنه از قبل مصرف کردن خودش، مصرف کردن توانش، عضلاتش، مغزش، بدنش در کلیتش، بلافاصله محقق نمیشه. یعنی تا کالا تولید بشه، بره به بازار فروش بره، به دست مصرف کننده برسه بر حسب ارزش مصرفی، یه فرایند درازدامنی این وسط هست تا نیروی کار از قبل مصرف توان خودش ارزش خودش رو محقق کنه و خود این ارزش حالا در قالب کالا قرار بعدها محقق بشه.
یعنی چیزی که من تولید کردم یا درگیر فرآیند تولیدش بودم تازه 6 ماه بعد ممکنه که تو فرآیند گردش یا مبادله به فروش بره و بعد حالا به مصرف برسه مثلا ارزش مصرفی. یعنی درسته من همین لحظه دارم ارزش رو تولید میکنم از قبلی که چکشو دارم میزنم، ولی کالای نهایی توی فرآیند مبادله برای خریداری شدن و مصرف زمان لازم داره. برای همینه که این بابا میگه که واگذاری نیروی کار و تجلی حقیقی آن، یعنی موجودیت یافتن آن به عنوان ارزش مصرفی، از لحاظ زمانی با هم منطبق نیستن. اما در مواردی که واگذاری قراردادی از طریق فروش ارزش مصرفی کالا با انتقال واقعی آن به خریدار همزمان نیست، پول خریدار همچون وسیله پرداخت عمل میکنه. در هر کشوری که شیوه تولید سرمایه‌داری تسلط دارد، رسم است که زمانی قیمت نیروی کار پرداخت شود که این نیرو برای دوره مقرر در قرارداد به کار گرفته شده باشد، مثلا در پایان هر هفته و حالا به شکل متعارف در پایان هر ماه. این باز یه موقعیت دیگه است. چه موقعیتی؟ دستمزد ماهانه دیگه. باز فرض مارکس اینه که چون در قرارداد عموما مقرر میشه که قرارداد در انتهای هر ماه پرداخت میشه، اتفاقی میفته چیه؟ انگار شبیه اینه که کارگر همواره داره به کارفرما قرض میده، یعنی داره ارزش تولید میکنه ولی الان ارزشی که تولید کرده رو به شکل دستمزد دریافت نمیکنه، بلکه در پایان مثلا موعد قراردادش داره دستمزدش رو دریافت میکنه. این تجلیه هم که هیچ اهمیتی داره کجا؟ واگذاری نیروی کار و تجلی حقیقی آن جز در موارد قراردادی که نفته این بحث نیست، ولی کلا تجربه حیاتی چه اهمیتی داره برای کارگر؟ ببین اونو ولش کن، اما در مواردی خب جملت عوض شد، داره یه منطق دیگه به توضیح میده. اون واگذاری نیروی کار و تجلی حقیقی آن همون چیزی که دوستمون خواست توضیح بده. واگذاری نیروی کار این چی؟ یعنی من به استخدام شما درآمدم. میگه که تو میتونی توان کار من رو مثلا تو خط تولید ماشین آلات صنعتی سنگین استفاده بکنی، ولی میگه که این یه فاصله هست بین این واگذاری نیروی کار من به شما و تجلی حقیقیش. تجلی این نیروی کار چی میشه؟ تولید خود اون کالای مد نظر که مثلا در مثال ما چیه؟ تولید اون ماشین آلات صنعتی سنگین. این رفیق ما داره میگه ببین یه تخییه فاصله هست بین این فاصله. الان تفاوتش روشن میشه. یکی از تفاوتهاش تو همین مثالی که داره میزنه. اینو ببینید الان خط 2 صفحه 197 داشتیم میخونیم. بنابراین کارگر در همه موارد ارزش مصرفی نیروی کار خود را به سرمایه‌دار پیش پرداخت میکنه. ارزش مصرفی خودش رو کارگر پیش پرداخت، یعنی قبل از اینکه پولی دریافت بکنه داره از پیش ارزش مصرفی خودش رو، یعنی که میتونه کار بکنه و کارش به یه دردی میخوره، کار مفیدیه، در از قبل به کارفرما بدون اینکه چیزی دریافت بکنه میفروشه، یعنی فروش بدون پرداخت. حالا این منطق کی به درد تحلیل میخوره؟ به نظرم بگیجه در وضعیت مثل وضعیت ما، یعنی شاید چی؟ معوقات دستمزدی 6 ماه 7 ماه 1 سال 2 سال بیشتر کمتر، یا کسایی که مثلا هر 6 ماه مثلا دو تا حقوق، یه چیز عجیب غریب زیاده، هر 6 ماه مثلا دو تا حقوق میگیره، 6 ماه دیگه با دو تا حقوق دیگه میگیره. با فرض مارکسی بخوایم به اینجور اتفاق میفته چیه؟ کارگر داره در واقع قرض میده به کارفرما. کارگره که داره به کارفرما اعتبار میده، ارزش تولید میکنه، یعنی همون واگذاری نیروی کار خودش، واگذار کرده نیروی کار خودش رو در اینجا، حتی نیروی کارش هم تجلی هم پیدا کرده، یعنی تبدیل به کالایی شده که در بازار مثلا کارفرما داره میفروشتش، ولی دستمزدش رو دریافت نمی‌کنه. یعنی هی موفقات دستمزدی. البته توجیه کارفرمایی رو تمام می‌دونید. جنس فروش نمیره، بازار کساده، ندارم، وام فلانه، بهمانه، یعنی هزار یک توجیه همین وسط وجود داره برای موفقات دستمزدی. ولی نکته جالب ماجرا اینه که در واقع در همه این موارد آخرین چیزی که کارفرمایان به فکر پرداختش میفتن دستمزد است. یعنی جا به جا میتونید نشون بدین این قضیه رو. باز همون شرکت کذایی که من داری توش کار میکردم، خب اون مثلا همین حقوق با 4 ماه 5 ماه تأخیر داره پرداخت میکنه، ولی خب به بقیه چیزاش میرسه.
مثلا عشق ماشین داره، مثلا آخری داره همچنان به کلکسیون ماشیناش داره اضافه میکنه، یا عشق کالاهای هنریه، تو این حراجه هنری همچنان شرکت میکنه جزو گنده های بازار هنری. ولی چیزی که همون به تأخیر میفته همین دستمزد، زورشون به تنها چیزی که میرسه، مثلا زورش به بانک نمیرسه که احتمالاً مثلا پرداخت اقساط خودشو به تأخیر، ولی زورش به کارگر میرسه، چون اونم منطقیه که دیگه مارکس بخوام بریم جفتش یکیه، جفتش اینو قرض دادن به کارفرماست. حالا چه قرض دادن به شکل پول توسط بانک، چه قرض دادن به شکل در واقع پیش پرداخت به معنای مارکسی کلمه. مثلا بعد از بدجنسیش نیست که این کارو بکنه. حالا نمیدونم بدجنسیش کنه. اینو بگم علتی که من پول بانک رو میگیرم باید بهره میشه در بود. اگر نرم مواد اولیه بخرم بعدا باید برم گیرون بخرم، ولی موقع کارگر ثابته، هر وقت بدم هم مقدار ثابت میرم، یعنی از تورم پول کلی استفاده میکنم. بله اگر بله بله نه از هوشمند به یک معنا از هوشمندی رزیلانه است. اگر که نیروی کارم یه قدرتی داشت مثل قدرت بانک، اگه قسط رو ندی جریمه‌شو مثلا بود پرداخت کنی، اگه دستمزد رو ندی مثلا فرد کارخونه تعطیله، خب اونم ناگزیر میشد که، یعنی مثلا قدرت هم هست دیگه، چون پای قدرت نیست یارو میگه آقا به درک همتون برید بیرون، با قیمت ارزان‌تر میتونم استخدام بکنم آدمای دیگه ای رو. خلاصه فعلا حالی مثال‌های تاریخی جامعه ایران و غیره رو فراموش بکنید، منطقی که این رفیقمون داره میگه بس روشنه، وی پیش از آن که قیمت نیروی کارش رو دریافت کنن همچنان داره جو کارگر حرف میزنه، به خریدار یعنی به آقای و خانم کارفرما اجازه میدهد تا این نیروی کار را مصرف کنه، بنابراین کارگر همه جا به سرمایه‌دار اعتبار میدهد، نه تنها به باد رفتن گهگاه مزد مطالبه شده از سوی کارگران به هنگام ورشکستگی سرمایه‌دار، با این مورد که خیلی آشناییم دیگه بسیار زیاد، بلکه مجموعی از پیامدهای پایدارتر از آن نشان میدهد که این اعتبار دادن وهم و پندار نیست. حتی بیشتر از این تحلیل خودش ادامه نمیده، ولی ما میتونیم بیشتر از این ادامه بدیم خط تحلیل. حالا یه داستان دیگه که آخرین بحث امروز من باشه، با این همه به کارگیری پول چه به عنوان وسیله خرید و چه به عنوان وسیله پرداخت در ماهیت مبادله کالاها تغییری نمیدهد، قیمت نیروی کار با قرارداد تثبیت میشود، گرچه همانند اجاره خانه تا مدتی بعد تحقق نمی‌یابد. همین مثالی که داشت می‌زد، یعنی نیروی کار داره نیروی کار خودش رو پیش پرداخت می‌کنه بهش، میگه این اجاره دادنه، نیروی کار فروخته می‌شود هرچند تنها مدتی بعد قیمت آن پرداخت می‌شود. این اجاره خونه دیگه، شما می‌شینی توی خونه از ارزش مصرفش داری استفاده می‌کنی، ولی انتهای هر ماه یا انتهای هر سال پرداخت میکنه هزینه شد. بنابراین اگر میخواییم این رابطه را در شکل ناب خود درک کنیم، موقتا این پیشنگاش مفید است که صاحب نیروی کار با هر بار فروش آن بیدرنگ قیمتی را که در قرارداد قید شده است دریافت میکنه. میگه برای اینکه وارد این سطح تحلیل نشیم، گرفتار این نشیم که نیروی کار عموما داره و نیروی کار خودش رو پیش پرداخت میکنه و بنابراین دریافت نمی‌کنه دستمزد خودش رو، یا با تأخیر دریافت می‌کنه، یا اصلا توی مواردی مثل معوقات دستمزدی یا مواردی مثل ورشکستگی و سرمایه‌دار و غیره و غیره ممکنه اصلا دستمزدش دود بشه بره هوا، این موارد رو بذاریم کنار، دوباره برمیگرده به چی؟ یعنی لحاظ می‌کنه شرایط تصادفی رو، ولی دوباره میگه چی؟ همون جمله معروف، اگر بخوایم شکل ناب ام سی رو بررسی بکنیم، فرض میگیریم که دست کم موقتا که چی؟ نیروی کار معادل ارزش خودش رو دریافت میکنه، یعنی دستمزدش به موقع برداخت میشه، به صراحت میگیریم موقتا این پیشنگاش مفید است که صاحب نیروی کار با هر بار بیدرن قیمتی رو که در قرارداد قید شده است دریافت میکنه. اکنون شیوه تعیین ارزش برداخت شده توسط صاحب پول به صاحب این کالای غریب یعنی نیروی کار را می‌دانیم. یعنی کل این مسئله که تو اینجا آمدیم، ارزش مصرفی که صاحب پول از این مبادله دریافت می‌کند، در واقع این MC دیگه حدیثی اول پول به ازای کالا حکم چیه؟ یعنی کارفرما چی رو داره می‌خره؟ ارزش مصرفی نیروی کار رو. یعنی چی ارزش مصرفی رو؟ یعنی کار مفیدش رو، یعنی که میتونه از قبل کار مفیدی که انجام میده
یعنی مصرف کردن خودش بذار دقیق تر باشه. ارزش مصرفی نیروی کار چیه؟ چرا مارکس میگه نیروی کار ارزش مصرفی داره؟ چیه نیروی کار داره مصرف میشه؟ توان. آقا یا خانم کارفرما توان کار کردن من رو داره مصرف میکنه، یعنی بخشی از بقول مارکس از عضلات و ذهن نمیدونم فکر و ذکر و فلان من رو داره مصرف میکنه. از قبل مصرف نیروی کار منه که داره ارزش تولید میشه. برای همینه که میگه ارزش مصرفی که صاحب پول از این مبادله دریافت میکنه، مبادله MC یعنی گردشی اول در گردش در شکل ساده گردش پولی. حواستون همیشه به این فرمول ساده باشه دیگه، کل این فصل همش توضیح اینه دیگه، دگردیسی اول و دوم. این پس چیه؟ دگردیسی اوله، ارزش مصرفی که صاحب کالا از این مبادله دریافت میکنه، خود را فقط در بهره برداری بالفعل یعنی در فرایند مصرف نیروی کار نشان میده. یعنی دگردیسی دوم، یعنی کالایی که این سی که کارفرما خریداری کرده بود در فرایند، در خود فرایند کار به فعلیت میرسه، نیروی کار شروع میکنه کار کردن. تعبیر چیز سادش دیگه، و از قبل کار کردن به خودش فعلیت میبخشه، و از فعلیت بخشیدن به توان کار چیزی نیست جز تولید ارزش. صاحب پول هر چیزی را که برای این فرایند لازم است مانند مواد خام در بازار میخرد و قیمت کامل آن را پرداخت میکند. فرایند مصرف نیروی کار همزمان فرایند تولید کالا و تولید ارزش اضافه است. فرایند مصرف نیروی کار یعنی CM، یعنی دگردیسی دوم، یعنی نیروی کاری که حالا داره یک پولی رو یا اینجا یک ارزشی رو داره تولید میکنه، همزمان کالا تولید میکنه و همزمان ارزش اضافه تولید میکنه. یا به تعبیر دیگه کالایی داره تولید میکنه بیشتر از ارزشی که خودش به عنوان کالا ازش برخورده. فرایند مصرف نیروی کار همزمان فرایند تولید کالا و تولید ارزش اضافی است. مصرف نیروی کار همانند مصرف هر کالای دیگر خارج از بازار یا سپهر گردش انجام میشود. التفات کنید، مصرف نیروی کار همانند مصرف هر کالای دیگر خارج از بازار یا سپهر گردش انجام میشود. مصرف نیروی کار دیگه در سپهر گردش نیست، در بازار نیست، در کارخونه است، در کارگاه، چون در دفتر، در آفیس، در دانشگاه. بنابراین همراه با صاحب پول و صاحب نیروی کار این قلمروی شلوغ را که در آن همه چیز در سطح به وقوع میپیوندد و در معرض دید کامل همگان است ترک میکنیم و به دنبال آنها وارد مخفیگاه تولید میشویم. یعنی دیگه الان تو سپهر گردش نیست، سپهر گردش برمیگردیم به چی؟ سپهر تولید، یعنی اون کارخونه که در آستانه آن نوشته شده است ورود جز برای کسب و کار ممنوع. در آنجا نه تنها خواهیم دید که سرمایه چگونه تولید میکند، بلکه پی خواهیم برد که چگونه خود سرمایه تولید میشود. خود سرمایه به مثابه انباشت ارزش اضافی، یا به مثابه چی؟ پول در گردش. یادتون بیاد همون قبلی ها رو، بحث قبلی که داشتیم. سرانجام باید راز افسونگری از پرده برون افتد. راز افسونگری یعنی همین دیگه، یعنی چطور این ام میشه امپریم، چطور پول بیشتری در فرایند تولید حاصل میشه. در واقع قلمروی گردش یا مبادله کالا که در محدوده آن خرید و فروش نیروی کار جریان می‌یابد در واقع همان بهشت حقوق طبیعی بشر است. همان بهشت حقوق طبیعی بشر است. جالب جالب، الان من روشن میشه منظورش چیه. اینجا قلمرو منحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنتام است. بنتام همون در واقع پدر مکتب فایده‌گرایی، یوتیلیتریانیسم، فایده باوری، همون مکتبی که متعقب بود که در واقع اساس زندگی مبتنی بر بیشینه سازی یوتیلیتیه دیگه. بیشینه سازی مطلوبیت فایده است، بیشترین فایده ممکن برای بیشترین تعداد ممکن افراد. کنشی اخلاقیه که به بیشینه سازی یوتیلیتی منجر بشه. بیشینه سازی مطلوبیت فایده برای بیشترین کسرت،
بیشترین شماره در واقع افراد. حالا ببینیم منظور مارکس چیه. حواستون به نثر مارکس باید باشه، کجاها با یه جور کمدی میشه، کمدی نویسی. اینجا فضای کمدی کنایی نویسی مارکسه، یعنی از رسمان داره دست میندازه اقتصاد سیاسی کلاسیک رو که اساس رابطه انسان ها با همدیگر رو تو فرایند چیز یادتونه گفته بود فرایند قرارداد، قرارداد برابر افراد برابره، قرارداد بین کارفرما و کارگر، افراد هم واجد آزادی هن، برابرن، آزادن، برابرن، هر کدوم مالکه، یکی مالک نیروی کار خودش آزادانه میفروشه و یکی مالک پولیه که اون رو آزادانه به ازای نیروی کار، ازای خرید نیروی کار پرداخت میکنه و بنتامه. یعنی چی؟ این هر دو طرف مبادله به دنبال چی هم؟ بیشنسازی فایده و مطلوبیت هم. یعنی میگه اینجا قلم روه، بازم حواستون به زبان کمیک کنایی این رفیقمون باشه، قلم روه این ست هست، یعنی قلم روی که هیچ مسئله ایش وجود نداره، همیشه سرجوش دیگه، کاملا قلم روی حقوق طبیعی انسان و شهروند، هم مالکیت، هم آزادی، هم برابری، هم بنتام. اینجا قلم روی منحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنتام است. آزادی حالا میخواد توضیح، چرا آزادی؟ زیرا هم خریدار و هم فروشنده کالا، مثلا نیروی کار، تنها تابع اراده آزاد خود هستند. باز داره دست میندازه دو طرف، هیچ که زورشون نکرده دیگه، با هم دیگه به این توافق رسیدن که باشه من برای تو کار میکنم، باشه من پول کارتو بهت میپردازم. چون فرض اینه است که شما میتونی بگی یا رو اعتراض کنی بگی چه مرگته، مگه من به زور آوردم؟ شرایط همه میخواد بخواد نمیخواد برو بکشو بیرون. آنها به عنوان اشخاصی آزاد که در پیشگاه قانون همپایه‌اند با هم قرارداد میبندند. قرارداد آنها برایند نهایی است توی ویراست فرانسه، نتیجه آزادانه است که اراده مشترکشان در آن تجلی حقوقی مشترکی می‌یابد. برابری، زیرا هر یک مانند مالکان ساده کالاها با هم ارتباط می‌گیرند و هم ارز را با هم ارز مبادله می‌کنند. مالکیت، زیرا هر یک چیزی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان است. و بنتام، زیرا هر کس منافع خیشتن را دنبال می‌کند. تنها نیرویی که آنان را گرد هم می‌آورد و بینشان رابطه برقرار می‌کند، خودخواهی، سود و منافع شخصی هر یک است. این ادامه همون خط بنتامیه، یعنی همون فایده‌گرایی که در واقع مارکس در ازش صحبت می‌کنه. اما باید حواستون باشه که مارکس یک رقیب قدر قدرت داره دیگه، آدام اسمیت، که داره اسمیت نشون میده که چگونه اساس زندگی که مبتنی بر بله کسب سوده، بله مبتنی بر بنتامگراییه، اما در نهایت به چی منجر میشه؟ افراد به هم خیلی برسونه. حتما جمله معروف آدم اسمیت رو، احتمالا معروفترین جمله آدم اسمیت در ثروت ملل، همه تون شنیدید دیگه، که شرافساز و نونوا و خیاط و اینها از سر نودوستی نیست که به ما خدمت میکنن، یعنی شراب میاندازند، نمیدونم نان میپزند، چلوار یا پیراهن میدوزند، اتفاقا از مجرای پیی منافع شخصیشونه که داره این کار میکنن، ولی دقیقا به میانجی خودخواهیشون کار دیگران را میندازند. این همون نسبت پیچیده و می توانیم بگوییم که تا حد زیادی دیالکتیکی گره خوردن پیگیری منافع شخصی به تأمین منافع جمعی، که اسمش میذاره دست نامرئی بازار. یعنی بازار در مقام یک میانجی، در مقام یه جور مدییشن، یه جور وساطت، سطح فردی رو به سطح جمعی گره میزن، یا به قول مانویل سطح رذائل شخصی رو به سطح فضائل جمعی وصل میکنه. یعنی در سطح فردی این رذیلته ظاهرا، که هر فردی دنبال فقط بیشینه کردن سود خودشه بدیگر، به ویژه که مانویل تو زمانه نوشت که هنوز باورهای ضد چیز مسیحی هم وجود، ضد دنیاگروی، ضد سکولار مسیحیت هم غلبه داشت از حیث اخلاقی، یعنی ضرورت عزلت، ریاضت، زهد و چیزهای شبیه این. ولی مانویل میگفت ببین بازار چیزش اینه، آنچه که در سطح فردی میشه رذیلت، اما در سطح جمعی فضیلت.
در سطح کلان باعث چی میشه؟ که کار نه تنها کار همه راه میفته، بلکه جامعه هم به جامعه شکوفاتر و غنیتر و ثروتمندتر و غیره و غیره تبدیل میشه. اون برداشت هم از اون کار گرفت میتونی ماش تو سپهر گردش موافقه که این هست، میگه ولی برای اینکه توش رو نشون بدیم بریم تو هفتگاه سپهر تولید. بله، نمیگه نیست، مثلا این نیست که نیست، اتفاقا با همین مفروضات داره کار میکنه. ولی بعدها هم خواهیم دید که خود این مفروضات هم تا چه پایه سوری هم، یعنی برابری برابری سوریه، این آزادی آزادی سوریه، فرماله. ولی در بیخو بله درسته الزامی وجود نداره بخیه. کل جامعه شناسی همینه دیگه، نشون دادن پارادوکس های آزادیه. افراد به شکل فرمال آزادن، کسی شما رو الزام نمیکنه، دستتو نمیگیره بیا پای قرارداد بگه آقا بیا برای مثلا آقای ایکس آقای ایگرگ بیا کار بکن. ولی مسئله اینه که شما باید بتونی نشون بده که این فورس درسته اوریان نیست، عیان نیست و مرئی نیست، ولی به چه معنا همچنان وجود داره. یعنی آزادی فرمال با اون چیزی که میتونیم اسمش بزنیم آزادی انضمامی، زمین تا آسمون متفاوته. آزادی سوری داریم، بله آزادانه اومدیم پای قرار داد، ولی فورسی وجود داشته از هر فورس دیگری، فورس فولتر، زوری وجود داشته از هر زوری زورتوزانتر. البته مارکس اینجا نمیخواد خودش درگیر این بازی کنه، بله سطح تحلیلش میبره تو قلمرو تولید و خود منطق ارزش اضافی رو بحث میکنه، ولی اینها بحثی است که به ویژه جامعه شناسی مارکسیستی خیلی سرش صحبت شد و خود مارکس هم میدونیم که در مثلا در مسئله یهود کل موضوع بحثش همین نشون دادن سوری بودن آزادی، سوری بودن برابری و اصلا نشون دادن اینکه چگونه شکافی وجود داره بین دو سطح از برابری. یا برابری سوری مثلا در نزد قانون، قانون همه برابر هم ولی عملا همه نابرابر هم، قانونا صورتا به شکل فرمالیستی همه آزادن اما این آزادی به گونه برابر توضیح نشده، یه آزادتر هم. در ساحت حق همه با هم برابریم، ولی در ساحت امکان با هم نابرابریم. حق و آزادی برای هممون به رسمیت شناخته شده، چون هممون در نزد قانون مثلا به شهروندیم، مستقل از اینکه چه طبقه‌ای باشیم، چه زبانی داشته باشیم، چه جنسیتی داشته باشیم، چه دینی داشته باشیم. این ساحت سوری ماجراست، ولی ساحت حق و ساحت امکان متفاوته. من حق اینو دارم که مثلا فلان کارو بکنم یا بهمان کارو بکنم، ولی ساحت امکانها نابرابر توزیع شده، یکی امکان بیشتری داره یکی امکان کمتری داره. اصلا تفاوت، حالا الان محل بحثم نیست، تفاوت مثلا آزادی مثبت آزادی منفی اصلا همینجاست. بگذاریم اینا رو، بگذاریم ازش. خب و بنتام، زیرا هر کس منافع خیشتن را دنبال میکند، تنها نیرویی که آنان را گرد هم میآورد و بینشان رابطه برقرار میکند خودخواهی، سود و منافع شخصی هر یک است. هر یک فقط به خود توجه دارد و کسی نگران دیگری نیست و دقیقاً به همین دلیل یا در انطباق با هماهنگی از پیش مستقر امور یا در سایه حمایت پروردگاری قادر، همه آنها برای آنچه متقابلا مفید است و سود مشترک و منافع مشترک شامل می‌شود با هم کار می‌کنند. با ترک سپهر گردش ساده یا مبادله کالاها که نظرات، مفاهیم و معیارهای اقتصاددانان عامیانه تجارت آزاد را برای قضاوت درباره جامعه سرمایه‌داری و کار موزبگیری فراهم می‌کند، به نظر می‌رسد که تغییرات معینی در سیمای بازیگران نمایش ما رخ داده است. آن که پیشتر صاحب پول بود، اکنون به عنوان سرمایه‌دار، چون سطح الان اسهاماتو داره عوض میشه، الان کمتر از کلمه سرمایه‌دار، کارفرما اون چیزی شبیه بیشتر، چون تو سفر گردش بودیم صرفا میگفت صاحب پول. آنچه پیشتر صاحب پول بود، اکنون عنوان سرمایه‌دار با گام‌های بلند پیشاپیش راه می‌رود. صاحب نیروی کار به عنوان کارگرش به دنبال او روان است. آن یکی خودپسندانه لبخندی از رضایت بر لب دارد و سخت به کسب و کارش می‌اندیشد. آن دیگری ترسان و به اکراه می‌رود. همانند کسی که پوست خودش را به بازار آورده باشد و اکنون انتظار دیگری ندارد جز آن که دباغیش کنند. خب هفته بعد فصل پنجم رو صفحه 203 شروع. خب مرسی که تحمل کردیم، خواستم روشی تفته.